به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام بر همه شما. خوش آمدین به برنامه افطاری از طلوع. ما مجیب رحمان عارض با همکار خوبم هدیه همدرد تا یک ساعت دیگه به طور زنده با شما هستیم. آرزو میکنم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. با هم آرزوی خوشبختی دارم براتان و آرزو میکنم روزهای ماه مبارک رمضان با طاعت و عبادت سپری کنین و همچنان ما از خداوند یکتا تمنا میکنم برای تمام قهرمانایی که دور هستن از وطن، امیال مثلا در خط جنگ هستن، خداوند برشان شجاعت و دلیری نصیب کنن که دیگه هم از خاک خود خوبتر دفاع کنن و همچنان کسایی که مریض هستن خداوند برشان شفا بده. آمین. عزیزا، برنامه امروز با آیات چندی از کلام الله مجید که توسط قاری صاحب مزمل تلاوت میشه آغاز میکنیم و در ادامه با شما میباشیم. قاری صاحب مزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق معها سائق شهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب صدق الله العظيم اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا وأمور المسلمين وأمور الحاضرين وأمور الغائبين خيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین یا رب العالمین. ماشاءالله بسیار زیبا، واقعا خیلی عالی بود. تلاوت زیبا را شنیدیم به صدای گیرا و دلنشین قاری مزمل نیازی، جوان شایسته ما، ازشان قلبا سپاسگزار هستیم. واقعا با این تلاوت زیبا روح و قلب ما را
برش آرامش و تازگی بخشید. بله تشکر بسیار زیاد و فراموش نکنیم که شما در نمازهایتان دعا بکنید برای تمام هموطنان ما و همچنان دوستایی که مریض هستند. زنده باشید. دوستا و سپاس میکنم از حمایت کننده مالی برنامه افطاری جوس پارادایس. جوس پارادایس تازگی قلب و قوت زندگی. خب امروز باز هم مهماندار هستیم، مهمانان خوبی را به برنامه افطاری دعوت کردیم و همچنان قرار است که با خانواده های شهدای سربازان اردوی ملی افغانستان در افطاری کمک و مساعدت صورت بگیره. مجنون هم با ما است و برای مهمانان ما غذای لذیذ آماده خواهد کرد. مجنون جان صدایت بکش، هستی؟ بله، سلام مجنون جان، شما همگی بخیر. سلامت باشی، شام خودتان بخیر باشه. چی آمادگی ها برای افطاری امروز ما مجنون جان؟ امروز برای شام برای مهمان ها یک نوع فیش فینگر آماده میکنیم، یعنی ماهی سخاری شده و یک سوپ کدو آماده ساختیم، بسیار مزه‌دار، لذیذ، بسیار فایده‌مند است و معده البته مفید است. بسیار عالی، بسیار خوب. این مرغ سخارشیده را در مورد طرز تهیهش کمی بر ما بگویی. طرز تهیهش ماهی است، یک کیلو ماهی است مجیب جان با قیمت 2500 افغانی، دو عدد تخم مرغ است، 100 گرام هم آرد سخاری شده. طرز تهیهش به همین قسم است که اول سلایس میشه، بعد از سلایس شدن در سیر و مرچ و ماهی مساله کم سرکه و کم آب لیمو این را اخته می سازیم، بعد از اخته شدن باز در تخم می زنیم، بعد در آرد سخاری، اون سخاری شده فعلا باز در روغن فرای می کنیم، گلابی شد، خلاص آماده می شود آماده خوردن. بسیار لذیذ، بسیار خوب است. با هم بی صبرانه منتظر افطار هستیم که این غذایی را که شما آماده کردین با مهمانان ما ای را بخوریم. مرغ ماهی سخاری شده، سوپ کدو. بس سلات. در سالاد کدام چیز مخصوص امروز است؟ بله، از سالاد درسین داره. بسیار خوب است. بسیار خوب است. تشکر مجنون عزیز. اجزا حال ما یک وقفه داریم و پس از وقفه هم مهمان خوب به برنامه دعوت کردیم که امروز از اونا آشنا میشیم و صحبت‌ها را ادامه میدیم. اما حال وقفه کوتاه. خوشحال هستیم که بیننده طلوع هستین و برنامه افطاری. تشکر از همراهیتان دوستای خوب ما. فراموش نکنین که در لحظات افطار از جوس شفا استفاده کنین. جوس شفا نکتارهای طبیعی شفا ضامن سلامتی و صحت شما. و نوبت رسیده به مهمان امروزی برنامه افطاری. مهمان امروزی ما یکی از جنرالان مجرب و مسلکی کشور است که تجربه طولانی در فعالیت‌های نظامی دارد و سال‌های زیادی را در اردوی افغانستان کار کرده. دگر جنرال ارکان ارب محمد فرید احمدی، قماندان قول اردوی عملیات خاص کماندو. اینا را به برنامه خوش آمدید میگیم و منتظر آمدنشان هستیم. السلام علیکم. السلام علیکم. بسیار خوش آمدین جناب. خوش آمدین. بفرمایید. جنرال صاحب خوش آمدین. طاعت عبادتتان قبول باشم. چطور هستین؟ صحتتان خوب است؟ سلامت باشین. سلام به شما و مردم شریف افغانستان. تشکر از دعوتتان. سلامت باشین. سلامت باشین جنرال صاحب. ماشاءالله در مورد شما خیلی زیاد شنیدیم که بسیار زیاد تجارب طولانی دارین در عرصه نظامی و سالهای سال است که در اردوی افغانستان شما کار کردین. با جنرالان مسلکی و مجرب مثل شما ما همیشه افتخار میکنیم. میخواییم در برنامه امروزی با شما هم آشنا شویم و هم بخیر در یک بخش دیگه با همکاری شما قرار است که با خانواده شهدای اردوی ملی افغانستان کمک و مساعدت بکنیم. در آغاز میخواییم که در مورد خود بر ما بگویین که فعالیت‌های نظامی شما چی زمانه و از کجا آغاز شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از لیسه حربی شوانزای صنف 9 شامل لیسه حربی شوانزای در سال 1363 شدیم و صنف 9، 10، 11، 12 را به مدت 3 سال در حربی شوانزای خواندیم. مکتب ابتدایی را یک دو سال در بغلان، بعد از او در کابل،
در لیسه سعدالدین انصاری در کابل خواندیم. از عربی 16 که فارغ شدیم، بعدا با تحصیلات عالی نظامی و اتحاد شوروی سابق رفتیم و مدت 5 سال ماستری علوم نظامی را در رشته نظامی از پانتون عالی روسیه دیسانت ختم کردیم و با مدال طلا و دیپلم سرخ دوباره به وطن برگشتیم. باز وظایف مختلف قماندانی بلوک، تولای و درسای قرارگاهی و همچنان در بخش‌های مختلف وظیفه اجرا کردیم. بعدا تحصیلات موقع مساعد شده و در سال 2003 و تحصیلات ارکان حربی به کشور ایالات متحده امریکا عازم شدیم و از اوجه برگشت کردیم. باز قماندان کندک پیاده، قماندان کندک اول کماندوی اردوی ملی افغانستان، رئیس ارکان لوای کماندو، بعد از او به کشور انگلستان به پوهنتون سلطنتی مطالعات دفاعی استراتژیک، در عین زمان باز ماستری دوم در روابط امنیت بین المللی از کینگز کالج یا کالج شاهی لندن به دست آوردیم. خوشبختانه تمام تحصیلات از برکت پول بیت المال بوده و دوباره به وطن برگشتیم. بعد از قماندانی لوای عملیات های خاصه رهبری وزارت دفاع برای ما محول کردن. ماشاءالله شکل. بعد از او عالی یک سال میشه در رمضان پارسال به صفت این مسئولیت بزرگ و خطیر برای من سپرده شده به صفت قماندان قلودی عملیات های خاص. بسیار تبریک میگیم برای شما، ماشاءالله، و خوشحال هستیم از دیدن شما. افتخار میکنیم که ما در کنار شما هستیم امروز. علی جان، میبینن که هیچ اینا بس نگفتن برای کسب تحصیل. بله بله. و قدم به قدم بسیار ترفیعات خوب و پیشرفت خیلی خوب داشتن. اولین ترفیعتان جنرال صاحب بیاتان است و اولین وظیفه که شما داشتین. بله، وقتی از روسیه برگشتیم دوهم بریدمن با 6 ماه قدم تثبیت رتبه شدیم. بسیار هیجانی بودیم، به وزارت دفاع مراجعه کردیم در سال 71. دگوار صاحب محترم از ما پرسید که وقتی مدال طلا و دیپلم سرخ دید، گفت ماشاءالله کجا میخواهید تعیین شیم؟ ما گفتم ما میخواهیم که قماندان لوای 37 کماندو در بست برید جنرال شوم. طبعا فهمید دگوار صاحب که ما یکمک از محد حدودم زیاد پای ما دراز ماندیم. گفت میشی، با وقتش میشی. 25 سال بعد ما به او آرزوی خود رسیدم، قماندان لوای عملیات های خاص شدم. دیگه بعضی اوقات تنها تحصیل و کسب مهارت های مسلکی شما را رهبر نمی سازه. او کرکتر زمان برای شما باید کسب بکنین که باز برسین به او. بله. اما ما در سالهای اخیر ما اقتداد جنرال های ماشینی هم داشتیم، به اصطلاح که این اصطلاح در بین مردم خیلی زیاد مشهور شد. اصطلاح بسیار جالب بوده. بله راست میگه. این به کدام جنرال ها اطلاق میشه؟ خب الحمدلله شکر فعلا در اردوی ملی افغانستان اکثر جنرال های فعلی ما جنرال های واقعی هستن، واقعی هستن و به حق خود رسیدن. بسیار عالی است، بسیار عالی است. ما میخوایم که کوتاه بپرسم که شما از رمضان پارسال یک خوشی را به دست آوردین. تفاوت رمضان پارسال تا این سال چی ها بوده براتون؟ اول خویی یک مسئولیت بسیار واقعا بزرگ است. فقط خوام کم شده، دیدن دوستا بسیار کم شده، به محافل دوستا رسیدن هم ایتانیم، ولی زیادتر امو یک شعله آتشی که در قلبتان منعیس یک مسئول میسوزه. همیشه هم میخوایم که کته منصوبین خود باشیم. امو عشق بکار. وی واقعا یک افتخار ابدی است. پوشیدن لباس، نصب کردن بیرق ملی افغانستان در شانه‌تان، مسلکتان که در زندگی خودی را میپوشیم و آرزو داریم که در دفاع از کشور خود و در دفاع از مردم خود، در محافظت از مردم خود، باز روزی که شهید میشیم این بیرق افغانستان و این تاپه بالای تابوت ما باشه. یعنی رضاکار هستیم و داوطلب هستیم، افتخار است. سلامت باشین. تشکر جنرال صاحب. صحبت های ما و شما ادامه خود داشت، پرسش های بسیار زیاده از در مورد خود کماندو، اما حال یک وقفه کوتاه داریم.
عزیز مهمان خوب ما دگر جنرال ارکان حرب محمد فرید احمدی، قماندان قلوردی عملیات خاص کماندو با ما در استودیو هستند و در افتاری مهمان ما هستند. صحبت های ما را با جنرال صاحب ادامه میتیم و می خواهیم در قسمت از اینا در مورد کماندو بپرسیم که نیروهای ویژه اردوی ملی ما دارای چه خصوصیاتی هستند؟ به کمک جامعه جهانی وقتی نیروهای خاص در سال 2007 اولین جستامش ایجاد شد، با ایجاد مکتب عالی کماندو 100 نفر انتخاب شد، بهترین ها به کشور اردن رفتن و اینا یک تعلیمات و سخت نظامی و دشوار اوج سپری کردن. الحمدلله یگانه جزتامی بود که 100 نفر رفتن و 100 نفر کامیاب پس آمدن و واقعا در تاریخ مکتب عالی اردن اولین ملت بود که اردویش 100 نفر کامیاب میره و کامیاب پس میره. بعد از او باز اولین کندک عملیات های خاص کماندو ایجاد شد که افتخارش داشتم که قماندان کندک اول کماندو در اردوی ملی افغانستان شدیم. از تعلیمات ما بهترین ها را در اردوی ملی افغانستان انتخاب میکنیم، باز با سپری نمودن تعلیمات نظامی سختگیرانه، مشکل و طاقت فرسا، شب و روز بیخوابی های متداوم، باز اینا بخیر به دیگام بهتر میشن. از بهترین تجهیزات برخوردار هستیم، از بهترین وسایل و وسائط ماربوی برخوردار هستیم، از بهترین وسایل ارتباطات مخابروی برخوردار هستیم و از همه مهمتر هم دکترین ما هم تشکیلات ما منظم است و برای کل ازی تلاش ما زیادتر سر رهبریت است. رهبریت تکتیکی جوانی که مسئولیت های بزرگ در آینده میگیرن. میگن جنرال صاحب که کماندوی ما در منطقه مثل مانند نداره و بی‌نظیر است. اما ترس من افتخار میکنم که مسئولیت همون تو یک قطعات را دارم که این گپ من نیست، گپ جنرالای ناتو است و اونا گروپ هایشان سالانه میان ارزیابی میکنن. ارزیابی که اونا از ناتو هم دارن و از ما هم دارن، از منطقه هم دارن، نظیر قطعات خاص کماندو افغانستان در آسیا و در جنوب آسیا ندارن و بعضی اوقات به شوخی جنرالای ناتو میگه که اگر ما تبدیل بکنی یک توله و یک کندک تبر ما بتی و ما از ناتو رو برد بتیم، یعنی واقعا به سطح بسیار بلند، چرا که عملا تجربه گرم و داغ جنگ در معاربه بر زده خشونت، بسیار گروپ های خشن توریستی دنیا یا جنگیدن که تجربه را هیچ کس در منطقه نداره. بله، تبریک میگیم برای تمام مردم افغانستان و واقعا افتخار میکنیم بر شما و بر تمام نیروهای امنیتی ما و برای سربازان شجاعی کماندوی ما آرزوی پیروزی و سربلندی میکنیم در هر میدان و در هر نبرد. بله، خب دوستا، حال اگر شما موافق باشین جنرال صاحب و عدی جان، ای که با یکی از خانواده شهدای سربازان اردوی ملی ما آشنا شویم که هم این خانواده قهرمان است و هم فرزندشان. بله، کسی که به شهادت رسیده برای دفاع از وطن، اونای قهرمان هستند و ما قصه این قهرمانا رو با هم ببینیم. میبینیم با هم. برادری بود که همیشه وقت هرچی مکلون بودم سرش که خود مقال هم میکردم، خب خیلی یک پروسیله بچه بود از سر از اون مرم تو تقدر خود ترخی نکرم. علاقه من نشین میبید که آرامی شد افغانستان. هر وقت دمی وقتا که میامد میگفتم بچه موضوع خراب است، میگو بگو هم انتخابات خلا شود انشاءالله که آرامی میشه. گفتم خواهد جای رایی بکنن بیا ایلا بطه وظیفه تا. گفت نه بگو من که آدم خدمت کرد صاف و ساده خدمت میکنم، ما قسم خوردیم. من چطور کال جای وظیفه باشه و باز من ایلا به تو ماش بخشه؟ من گفت دلال نیست که بخورم، این گپه نزن بخشه من تو بچه میگم. همیشه وقت همی به یادم میاد که تا فعلا در این نوموی که نمیایه سابق که میامد 20 روز بعد یا 10 روز بعد یک ماه بعد که میدیمش دیگه، حالا همون در روزی که پوله میشه همون سنه یادم میاد که حالا میاد جاوید میدره. Thank you.
جاوید یک بچه بود دل کلان ماش خدا که میگرم می سودا ده خانم یار میگفتم نمیار بچه میوت دو رقم چرا بودی یک رقم یودی میگو بگو ده خانه نمیباشم نمیباشم سن خانه که میای میگم کلی بازار بخرم خانه خود ببرم دق میشم پشتشت گای ای گپش یادم میاد گپش یادم میاد میگفت من خدمت کنم چطور الابتم نیم کلا و نیم کلا باش ترخیز ما بگرم شال آرامی میشه آرامی میشه آرامی ددل جاوید مان رفت پشت گای جاوید خب یاد از جانوانه برامد از چی چیش دادن بیرین برامد دروازه چار میدان میگه کجا امنیت بود امنیت که هیچ وقت کسی زده نشده که مهترس کلکی خب میای بچه مرا میزنه مهترس کلکی میای میزنش آنو مجا قلاچش میکنه که دل ما چقدر بیغم بود که امنیت هست کانم تو مرا دل پوری میتن که ما را مادر جان میریم دمی جای پدرم میریم یعنی جای پدر تخان تو میکنن خدا را میره بیارم هر مادرهای کس مثل مواره صبر شبه خدا کنه امی دواره کنه که او خدا دیگه یک رای روشنی در وقت چه کل مسلمان ها معلوم که ایمی جنگ های نمی رست سر ما وسته کنه ما خود زور نداریم ما خود چی نداریم که نمی آرامی شد در افغانستان و خوش آمدین دوستان عزیز قصه قهرمان شهید جاوید با هم دیدیم و شنیدیم با خانوادهش آشنا شدیم این قهرمان قهرمان یک خانواده نیست قهرمان یک افغانستان است ما سپاسگزار هستم از خانوادیشان از مادر جان که امروز با ما هستن خوش آمدین مادر جان تسلیت براتون میگم به شما افتخار میکنم شما یک قهرمان به این وطن فدا کردین بچه شما سر خدا به این خاک سپرد زنده باشی مام از شما تلویزیون طلوع خوش هستم که شما یاد کردین مادر جاوید من تا اینجا آمدم طفلای شده یاد گرفتیم دیگه ما اینمی چی دارم که در این وطن ما رشوت خوری نشه آرامی میشه بچه ما در آرامی این را پورکی بود که بچه ما رو آمین آمین مادر جان حمایت و دعاهای تمام مردم افغانستان با شما است و با خانواده شما است اقتداد از هموطنان خیرخواه و سخاوتمند ما تجار ملی کشور یک مبلغ پول را فرستادند تا ای که برای حمایت از خانواده شما ما اونا را با شما هدیه بکنیم که مبلغ پولی که ما امروز در برنامه افطاری کمک و جمع‌آوری کردیم 307940 افغانی است و 1270 دلار که برای دو خانواده شهدای سربازان اردوی ملی افغانستان ما اینا را امشب کمک خواد کردیم که سی هر کدام اونا 153970 افغانی و 635 دلار میشه و حال ما این پول با جنرال صاحب میتوم که اونا هم حتما مبلغ را به این پول اضافه میکنن و به مادر شهید جاوید هدیه میکنن بفرمایید جنرال صاحب ما پیش از اینکه پول هدیه کنم من میخوام که اگه اجازه تان باشه ما مثل جاوید اولادتان هستم کل اردوی ملی افغانستان اولادتان هستم من دستایتان هم میبوسم و چون این طرف میآمدم منصوبین کماندو هم سربازا بریزملا افسرا از سراسر افغانستان زنگ زدن و یک مقدار بوجودی که ماش هنوز نگرفته بودن اونا هم پول فرستادن که از اونا و یک مقدار از ماش خود ما هسته ایره بخیر خرج کنیم سلامت باشین تشکر میکنیم از جنرال صاحب و هیچ گاه قربانی و جانفشانی سربازان و قهرمانان ما فراموش نخواهد شد برای خانواده شهید جاوید و به مادرشان رابیا جان ما از خداوند صبر جمیل میخواهیم خب عزیزا دقایق و لحظات کم باقی مانده برای افطار حال ما وقفه میگیریم و پس از وقفه دوباره با ما همراه باشیم وقتان بخیر دوستا
لحظات کمی برای افطار و اذان محمدی داریم و در این لحظات شما دعاهایتان فراموش نکنین و در دعاهایتان ما را و تمام هموطنان ما که در بخش خیر در مساعدت و کمک هم گرفتن اونا را هم دعا بکنین. مجرون ما مصروف آمادگی سفره افطاری ماست برای مهمان ما. مجرون جان امور رقم که گفته بودی غذا امور رقم بخیر جور شد آماده شده؟ بله بله مجرون جان، بسیار یک غذای سبک بسیار مزدار خوشتم است دیگه، خصوصا به خاطر مای روزه می چیزای سبک سبک باید استفاده بکنیم. دیگه سوپ کدو است بسیار مزدار است، مایی هم مایی سخاری شده بسیار عالی است، خیلی عالی. سلاتتون هم مایی سخاری شده بسیار لذیذ معلوم میشه، حتما بعدا بر ما مهمان ما خواهد گفت که متراس یا نیست. قبول باشه طاعت عبادتتان جنرال صاحب و طاعت عبادت تمام هموطنان عزیز ما مجیب جان از شما سلامت باشین. تشکر قاری صاحب مرتضی قانت هم خوش آمدید میگم. خوش باشین مجیب جان، تشکر ندیم. سلام علیکم جان، سلام دارم، خوب است صاحب بخیر. قاری صاحب چی میگیرین، چی پیش گنم برتان؟ من این دارم زنی او میگیرم مجیب جان، کمک او برا او میگیرین؟ بله بله سوال آساستا ای شروعش از البته با او شروع میشه. بله اشتیار خوب میسازم. بسیار نوش جان شما آبایت آبایت جنرال صاحب، شما میتونین که از می سوپ و هم از ماهی سخاری استفاده کنین و بگوین که مزهش چطور است؟ بسیار مزه‌دار است، واقعا مزه‌دار است. خواه نوش جان شما نوش جان کنیم. عزیزا برای همه شما افطار خوب و خوش میخوایم و در قسمت ما و شما هم با هم یک جا یک نعت زیبا را میبینیم به صدای محمدیا یعقوبی. دلگدای تو یا رسول الله، دیده سوی تو یا رسول الله، منفعل ساخت مای تابان را، مهر روی تو یا رسول الله، مهر روی تو یا رسول الله، از بهتر ز جمله موجودات، تار موی تو یا رسول الله، تار موی تو یا رسول الله، روز محشر گناهکاران را، روز محشر گناهکاران را، آبروی تو یا رسول الله، آبروی تو یا رسول الله، از دل و جان من بیرون نرود، از دل و جان من بیرون نرود، آرزوی تو یا رسول الله، آرزوی تو یا رسول الله، بهتر از عطر و عنبر و مشک است، بهتر از عطر و عنبر و مشک است، خاک کوی تو یا رسول الله، خاک کوی تو یا رسول الله، بحر بخشد نهال ایمان را، بحر بخشد نهال ایمان را، آب جوی تو یا رسول الله، آب جوی تو یا رسول الله، عد کردم که با خبر باشم، عد کردم که با خبر باشم، اقبرای تو یا رسول الله،
حق برای تو یا رسول الله. هوش کن خواجه اینوان همه ایش هستی و عیش این جهان، همه ایش هستی و عیش این جهان، همه غیر ذات وجود لم یزلی. گر زمین است و این زمان، همه گر زمین است و این زمان، همه پس صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلق محمد و علی آله و اهل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یک جان تشکر میکنیم از محمد میا یعقوبی که یک نعت بسیار زیبا را خواندن. سلامت باشین یعقوبی صاحب گل، سلامت باشین. عزیزا حال وقفه داریم و پس از وقفه با خانواده شهید توریالی آشنا خواهد شد. مادر توریالی هستم. توریالی بسیار یک خوب بچه مسلوم با خدای بود. مکتب خان صنف 14 آمد، من دوردو میرم. رفت دوردو 8 سال خدمت کرد. قندار بود. از اینجا خود تدبیل که آمد در زاول. خیلی وقت دیگه اوجا بود، من چم دیگه وادیم آمدنش بود که اینم میایم، اینم وقت تیاره سای میکنم، اینجا یک وظیفه بخشم پیدا شده، زینوی وظیفه خلاص کنم میایم. این روز پنجشنبه، جمعه، شنبه، ویگا یک شنبه ایجا تا او چی رسید. ایتو صدای شیرین داشت، ایتو شاعر و خواندگر بود، ایتو نمازخوان بود، ایتو مسلوم بود. ایتو خوب بچه بود، تن دوستی را دوست داشت، ناموس خاک وطن کلش را خوب بچه بود دوست داشت. زنش که رنگ زیاد، زنش رنگ میدهیم، امو اولاده که رنجم میده، امی غریبی بیچارگی دست خالیگری امی تو رنجم میده. این میگه بسیار چیزا رنج زیاد رنج میده، مویا شرط سفید شده است، رنج دنیا است. باز هم خوش آمدین دوستان عزیز، افطار خوش داشته باشین، طاعت و عبادتتان قبول باشه، دعا بکنین برای تمام هموطنان عزیز ما. و در استیدیو با ما مادر شهید توریالی هستن. مادر جان خوش آمدین. خوش باشید. طاعت و عبادت قبول باشم. خیر باشی از شما همچنان، کل مردم، از کل جوان ها، از کل مادر مراد بیگم عزیز، درد شما را همه ما حس میکنیم و درک میکنیم و دعا میکنیم هم به شما و هم به فرزندتان، به شهید توریالی، خداوند روحش شاد داشته باشه. آمین. هیچ گاهی فراموش نخواهد شد و هیچ وقت به خاطرش اشک نریزین، او یک قهرمان است و افتخار کنین برش. دوستا مبلغ کمک و مساعدت که قرار است خانواده شهید توریالی به دست بیارن 153,970 افغانی و 635 دلار است که حتما در پایان برنامه اسامی کمک کننده را براتون میخوانم. اما حال ما این پول برای جنرال صاحب میتونم تا ای که برای مادر ما به مراد بیگم ایره اهدا بکنن. جنرال صاحب تشکر. مادر جان اجازه از دستان ببوسم به نمایندگی از تمام سربازا، بریدملا، افسرهای اردوی ملی افغانستان، ما کل اولادتان هستیم، خداوند کل مومن مسلمان. چقدر زیباست دوستایی لحظه، چقدر زیباست. هم یک مقدار پول سربازا و بریدملا و افسرهای قلوردی عملیات های خاص کماندو و سراسر افغانستان جمع کردم و یک مقدار از ماش خودم هم بخیر باشید. کل تا خدا های پاک در روح خدا نگاه کن. سلامت باشید. و یک بسته هم که یک مقدار
مواد خوراکه، لباس و قرطاسی هست. هم برای مادر شهید پیشتر هم برای شما اورام کتان تقدیم از طرف قلودی کماندو است. بخیر باشی، بخیر باشی. بفرمایید مادر جان. چطور میداریم که پلنگی پوشا را دوست نداشته باشیم؟ واقعا پلنگی پوشا را همیشه باید دوست داشت. اینا کسایی هستند که خودشان شبانه روزی در خدمت مردم و کشور هستند تا ای که ما و مردم در آرامش زندگی بکنیم. سلامت باشین. تشکر میکنیم از مراد بیگم، مادر شهید توریالی، و همچنان از مهمان بسیار خوب ما دگر جنرال ارکان حرب محمد فرید احمدی، قماندان قلوردی عملیات خاص کماندو. سلامت باشین و به سربازان شجاع از طرف ما سلامای ما را و محبت ما را برشان تقدیم کنیم. سلامت باشین. ما برای شما و برای کل ملت شریف افغانستان اطمینان میتیم که مانند گذشته از شرف و عزتشان، از جان و مالشان تا آخرین رمق تعهد داریم و دفاع میکنیم. هیچ تشویشی نداشته باشند. در پناه خداوند یکتا باشه. سلامت باشه. دوستا، اسامی کمک کنندگان و مبلغ پولی که امروز مساعدت شد: بنیاد خیریه اجمل رحمانی روزانه 100 هزار افغانی، الهاج حبیب الله پیرزاده رئیس کمپانی های ACCL International روزانه 50,000 افغانی، رهبری شرکت اورنج لیف موبایل رحمت الله امیری و هاشم امیری مبلغ 33,440 افغانی تا 20 رمضان، بنیاد خیریه وحدت و الهاج توفیق وحدت نماینده کابل در ولسی جرگه روزانه 25,000 افغانی، بنیاد خیریه اتاق تجارت بین المللی افغانستان روزانه 10,000 افغانی، از طرف یک فامیل افغان مقیم خارج روزانه 12,000 افغانی، بنیاد خیریه غزنفر روزانه 10,000 افغانی، تاجر افغان مقیم دبی 10,000 افغانی، بی بی حاجی عزیزه کاظمی و دوستانش از شهر وانکوور کانادا 10,000 افغانی، پرویز امینی معاون اتاق تجارت پنچی روزانه 7,500 افغانی، خواهر ما پروین پشتونوار از شهر لس آنجلس آمریکا روزانه 5,000 افغانی، کاموال صاحب روزانه 5,000 افغانی، عالمشان زیری و خانمشان بی بی حاجی از فرانکفورت آلمان روزانه 5,000 افغانی، خانواده حاجی الکوزه از کانادا روزانه 5,000 افغانی، بنیاد خیریه بشری روزانه 5,000 افغانی، محمد قسیم امینی و جمشید امینی 5,000 افغانی، داوود کندوزی از جرمنی روزانه 5,000 افغانی، حاجی صاحب همکار 5,000 افغانی، از طرف ماماگل تجار ملی روزانه 500 دلار، وجمه فروغ و نهاد مطالعات زنان 100 دلار، ندیم جان امیری ستاره درخشان فوتبال ما از آلمان روزانه 100 دلار، شرکت تجارتی عارف بسیر لیمیتد روزانه 100 دلار، از امریکای جنوبی 50 دلار، موسسه خیریه مصطفی زمانی 100 دلار، جوانان افغان از گوشه های مختلف دنیا روزانه 120 دلار، بی بی حاجی ماری از هامبورگ جرمنی 1500 دلار فرستادن، سهم امشب 100 دلار، و شفیقه نصرتی از هامبورگ آلمان 400 دلار فرستادند، سهم امشب 100 دلار. سپاس میکنم از همه اینها. خداوند به عمر و مالشان برکت بیاندازد. بله، و از مادر جان هم میخواهیم که برای این هموطنان ما که کمک کرده بودند دعا بکنن که خداوند اجر نصیبشان کنه. خداوند اجر نصیب کنه. سلامت باشین. هر آرام داشته باشن، یافت بلار خدای بزرگ. قربانتون مادر جان گل. سر کل مردم شما هم برام دعا کنین. بسیار تشکر دوستا. شما شماره حسابای بانکی افطاری را دیدین. شما میتونین از طریق شماره حسابای بانکی از خارج و داخل کشور پول بفرستین و کمک بکنین، و انشالله که تلاش ما هم ایست که پول و کمک بیشتر جمع آوری کنیم تا ای که در روزهای بعد بتانیم تعداد خانواده‌های شهدا را در برنامه بیشتر داشته باشیم و با تعداد بیشتر کمک و مساعدت صورت بگیره. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. بله، و تشکر میکنیم از همراهی همه دوستای خوب ما. آرزو داریم که صحت و سلامت باشین، در هر کجایی که هستین خوش و آرام باشین. موسیقی